سیومی آگوست تحت ریاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در مجلس حکومت مملکت نخست مسئله درباره حسابات وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان اوید به جریان اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 دکبر سال 2019 درباره برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2022 بررسی شد. تأکید گردید که برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2022 همچون یک جزء استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 جهتی در عمل تطبیق کردن سیاست دولتی شغل اهالی و در این زمینه تأمین ثبات اجتماعی و اقتصادی نقش مهم دارد. برنامه مذکور فراگیر مجموعی تدبیرهایی است که برای مساعدت به شغل اهالی شرایط فراهم آورده. به این وسیله جهتی بلند برداشتن سطح نیکوهوالی اهالی کشور زمینه می گذارد. اجرای دورنمای مجموعی نشاندینده های برنامه برای سالهای 2020-2021 و نیم ساله اول سال 2022 در سطح 99.8% تأمین کرده شده است. دوامی سالهای 2020-2021 و نیم ساله یکمی سال 2022 به مقامات مهنت و شغل اهالی 353402 نفر شهروند مراجعه نمودند. در دایره تطبیق برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی در مجموع 179240 نفر با جایهای کاری تأمین گردید. با 32358 شهروند به مدت 3 ماه کمک پولی برای بیکاری پرداخت کرده شد. موافق معلومات اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سالهای 2020-2021 و 3 ماه یکم سال 2022 در تاجیکستان در ساحه های اقتصادیات 421726 جای نوی کاری تأسیس داده شد که از این 156623 جای کاری دائمی می باشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی سپارش دادند که در همکاری با وزارت و اداره های دخلدار، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت ها، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه ها اجرای سری وقتی و پوره نشان دهنده و چاره‌بینی های برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2022 را تامین نمایند. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان لایحه های یک قطار قانون ها از جمله درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و علاوه به کدکس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان، درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن علاوه ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، اوید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر به کدکس مرافعوی جنایتی جمهوری تاجیکستان، اوید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید و خلاصه های حکومت جمهوری تاجیکستان درباره پیشنهاد خلاصه حکومت جمهوری تاجیکستان به لایحه قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان، اوید به وارد نمودن علاوه به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات پراکوراتور جمهوری تاجیکستان، درباره پیشنهاد خلاصه حکومت جمهوری تاجیکستان به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، درباره پیشنهاد خلاصه حکومت جمهوری تاجیکستان به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق کودک و درباره پیشنهاد خلاصه حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و علاوه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت احسانکاری محاکمه گردیده برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال گردید. در مجلس حکومت مملکت همچنین مسئله ها در خصوص کنوانسیای قالبی اوید به آداب سیاحی، درباره کنسپسیای گزارش به تحصیلات رقمی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2042 و درباره منطقه سیاحی راغون مورد بررسی قرار داده شد. در آخر کار مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان
برای اجرای دستورهای حکومت جمهوری تاجیکستان، سپارش‌های مجلس نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان، نشاندهنده‌های پیام پرزیدنت به مجلس عالی، آمادگی همه‌جانبه به دوره تیرماه زمستان سال‌های 2022-2023، استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی، ذخیره کافی مواد آذوقه، سودشواری، وسعت کارهای آبادانی و سازندگی جهت استقبال سازوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به حکومت کشور، رهبرت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها و وزارت و اداره‌های دولتی سپارش‌های مشخص دادند.